یک سلام خاص خدمت شما از علاقمندان برنامه آشپزی، خوش آمدید باز هم به برنامه امروز ما. به برنامه که امروز ما میخواییم یک کوفته مزه‌دار آماده بسازیم. شاید بگه کوفته رخ ما همیش خواهیم آماده بسازیم مزه‌دار، ولی امروز متفاوت است. ما از گوشت مرغ میخواییم براتون آماده بسازیم به یک شکل بسیار خوب که با یک تزیین خوبه که همراه با مرچ دلمه میداشته باشیم که ما میتونیم به شکل خوب این کوفته لذیذ و مزه‌دار آماده بسازیم و همچنان در کنارش کمک زنجفیل و بعضی مواد دیگریم. اگر میخواید که شما هم از این کوفته مزه‌دار آماده بسازید در خانه‌تون، پس میریم مواد لازم میشه ببینیم. کوفته گوشت مرغ، گوشت مرغ، کیوی، سیر، پیاز، مرچ تازه، گشنیز، مساله سبزی، مرچ سیاه، نمک، روغن، مرچ دلمه، ساس و ربع هدیه. خب، ما گفتیم که امروز یک کوفته مزه‌دار آماده می‌سازیم از گوشت مرغ. البته از سینه مرغ ما می‌خوایم آماده بسازیم، چرا که گوشت سینه مرغ کمی گوشت نرمی است که ما می‌تونیم وقتی میده میدهش کنیم به شکل بسیار خوب و درستش آماده میشه. و این کوفته رو که امروز آماده می‌سازیم داخل داش آماده میشه و هم می‌تونه که داخل دیگ آماده بسازیم. یکی به چه رقم داخل داش آماده بسازیم را هم براتون میگیم و همچنان یکی چه رقم به شکل خوب ما می‌تونیم داخل دیگ آماده بسازیم هم به شکل ساده و آسانی است که هر کسی خواسته باشه میتونه که آمادش بسازه. پس شروع میکنیم به این که خب گوشت درست است، این را ما باید داخل میکسر اضافه کنیم، داخل میکسر بیکو که میده میده شد. وقتی میده میده شد بعدش مرچ دلمه را هم امین ریخیم. وقتی که گوشت آماده ساخته ایم داخل بشقاب یا کاسی که داخل داش میگذاریمش تا پخته شه، مرچ دلمه را هم میگذاریم. تا وقتی گوشت آماده میشه مرچ دلمه هم نرم میشه و هم کمی که سرخ میشه. بعد از گوشت مرچ دلمه را برش کرده و داخل بشقاب میچینیم، همراه با ساس یک جاش میکنیم و خلاص. همیست که غذا آماده میشه، یک غذا فوق العاده لذیذ و با وقت بسیار کم و با شکل بسیار خوب شما هم میتونید آمادش بسازید. خب، یک دانه میکسر ضرورت داریم که از بیکو باشه و یا ماشین گوشت باشه، فرق نمیکنه، هر کدومش شما در خانه داشته باشه، ولی به خاطر اینکه بالای میکسر فشار نبیه و گوشت ما بتونیم به شکل خوبی مخلوط کنیم و یا میده میده بسازیم، ما اول گوشت یک کمی که میده میکنیم تا بالای ماشین فشار نبیه. خب، این هم این رقم میدهش میکنیم. هرچی میده شد اما قدر بهتر است. این هم شد چیش؟ گوشت کوفته که ما میده میده کردیم و داخل میکسر اضافه کردیم و حال اول گوشت مخلوط میکنیم، خوب میده میدهش میکنیم، یعنی به شکل درست آماده شد. بعد از اینکه کاملا میده میده شد، بعد از دیگه سبزیجات و موادی که دیگه که داخلش اضافه میکنیم اونا رو میگذاریم. ولی برای فعلا جست میکسرش این کوفته که امروز آماده می‌سازیم، گفتم که شما میتونید هم داخلی میکسر آماده بسازید و هم میتونید که در چی آماده بسازید؟ در ماشین گوشت، فرق نمیکنه. خب، گوشت آماده ساختیم. شما باید داشته باشه که وقتی شما میخوای از این گوشت به شکل خوب آماده بسازی، خب همیشه گوشت یخ زده میباشه. وقتی که شما میخوای این گوشت آماده بسازی، گوشت بگذاره که یک جای که یخش جدا شه. وقتی یخش جدا شد، هم رو با
دستمال و یا همراه با یک صافی که میونه پاک صفا می باشه گوش و بالش بگذاری و خوب فشارش بدی تا آبی که داخل زمین باشه کاملا خشک شود و یا برای یک ساعت یا دو ساعت تمیر خام گوشت در یک جلی بگذاری تا آبی که داخل گوشت می باشه او دور شود و بعد از او داخل میکسر اضافه کنید تا میکس شود و آماده شود. خب حالا ما یک دانه کیوی هم اضافه میکنیم داخلش. کیوی را میفهمید که هم گوشت نرم میسازه هم خوشبو میسازه و همچنان برای هضم معده بسیار خوب است. کسایی که میخواین که معده خوبی داشته باشن و کسایی که معدهشان از میان نداره میشه که همیشه از کیوی استفاده کنن، ولی کسایی که اسید معده دارن اونا دیگه از کیوی استفاده نکنن به خاطر از اینکه خود کیوی تیزاب داره یا اما اسیدی که داره ضرر میرسونه برشون. خب اگر یک دانه شون نوشجان کنن ضرر نداره، ولی از یک دانه اگر زیاد شوه باز ضررش زیادتر میشه. خب یک دانه کیوی رو هم داخل میکسر اضافه میکنیم. بعدش نوبت میرسه برای سیر یام سیر که سیر هم اضافه کردیم. خب گفته که پیاز نداشته باشه مزه‌دار آمده نمیشه، پس اگر ما میخواییم که همتون مزه‌دار آمده شد ما باید که پیاز هم اضافه کنیم داخلش تا همتون یک گفته بسیار لذیذ و مزه‌دار آمده شد. اگر ما این سبزیجات رو داخلش اضافه نکنیم این کوفته رو آمده بسازیم میفهمیم که گوشت مرغ زودتر خود بسته میکنه و همونطور سخت آماده میشه، که ما نمیخوایم تو سخت آمادهش کنیم، ما میخوایم که همونطور بسته شده هم باشه و مزه‌دار رو یک ذائقه خوبی هم داشته باشه. این هم مرچ تازیش، یک کمک گشنیز یا پارسلی یا سلری هر کدومش که اضافه کرده، هر چیزی که در خانه تیار داشتی داخلش اضافه کنی تا یک طعم و یک ذائقه عالی داشته باشه. و حال نوت عزیز که پس دوباره همه مواد به شکل کوفته مخلوط شده آماده بسازیم و هرچی مخلوط شد با ما اندازه ما میتونیم خوبتر آمادش کنیم. با ما اندازه که ما میخواستیم این گوشت آماده شد، یعنی به اندازه مخلوط شده که کاملا همش میده میده است. وقتی ما به این شکل آماده بسازیم فقط داخل داش میگذاریمش پخته میشه و خلاص. خب پس چهار طرف مکمل گوشتی که میباشه جداش میکنیم، چرا که وقتی مخلوطش میکنیم میکس میکنیمش پاش پاش میشه و به چهار طرفه مکسر میچسبه و من خاطر اول باید که او را جدا کنیم. حالا به خاطر از این کار ما آسان شد ما بتیر از مکسر جدا کنیم، داخلی کاسه اضافه کنیم خوبی هم گوشتی که آماده ساختیم از گوشت مرغ بود که در قسمت داخلش از سبزیجات پیاز مرچ تازه هم استفاده کردیم. خب همین رقم کاملا مخلوط شد و حال نوبت مسالهش مانده که مساله بسیار خوب و لذیذش اضافه کنیم. هرچی مساله خوبتر داشته باشه هم با ما اندازه خوبتر آماده میشه. یک مساله سبزی اضافهش میکنیم یا مساله مرغ چیکن تیکه باشه، هر سب مساله که باشه فرق نمیکنه، حتی ما میتونیم با مرچ سیاه و نمک کمک مزه دارش کنیم، ولی یک کمی باید از این مساله دی خوشبو کنه ده هم داخلش اضافه کنیم تا خوشبو هم تو لذیذ آماده شه. یک قاشق هم یک قاشق نه نیم قاشق هم مرچ سیاه میده شده و یا نمک. خب هم موادش اضافه شد و حال همین رقم مخلوطش میکنیم.
خب این رقم مسئله شما میبینه کاملا باید که همراه با این کوفته به شکل مخلوط کنیم. اگر داخل مکسری ما اضافه میکردیم چی میشد؟ کلولا کلولا میشد، به خاطر از کلولا کلولا نشه و هم مسئله در یک قسمت نباشه. ما میخواییم که همین رقم آمدش کنیم. این رقم مخلوط شد، آماده شد و وقتی که آماده شد قالب داشت بیرون میکنیم. داخل قالب بیره یک یک تا کلولار کلولار میسازیم و یا همار همارش میکنیم. داخل قالب میچینیمش و آمادش میکنیم، ولی اول باید که کاملا مخلوط شد به اندازه که هیچ مساله رو ما نبینیم که تو یک جای باشه. باید مساله به همه قسمت های گوشت رسیده باشه. یک خوشبوی بسیار خوبی داره، باور کنید همه قدر خوشبو است و همه قدر خوب است که شما میبینید چی خوب یک رنگ را برای خود گرفته و وقتی که ای پخته شوه هزیم که در رنگش خوبتر و درستتر میشه. خب این را آماده ساختیم این رقم و حال نوبت عزیز که یک دو دانه دستکش بگیریم، چرا که در دستکش چی نمیچسبه؟ گوشت نمیچسبه. و تا وقتی که ما شروع میکنیم به کار اصلیش میریم یک وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم. با شما هستیم دوست عزیز و بخش دوم برنامه است که قالب کمک چرب میکنیم، به خاطر از اینکه چیشا کوفتای مزه‌داری که داخل قالب میچینیم داخل قالب نچسبه، به خاطر گوشت مرغ زودتر میچسبه. و حال این گوشت که هست همین رقم کلولش میکنیم، یک کمکی کلانتر جورش میکنیم، چرا که وقتی پخته شد خود جمع میکنه و کلوله میشه و خورترک میشه. اگر ما این رقم کمی کلانتر جورش کنیم به ما اندازه که ما میخواییم آماده میشه این رقم. خب همین رقم همه زیر آماده میسازیم، همیشه کلوله کلوله شد و آماده شد. این هم دومش شما دیدید که با قدر گوشت کمی که داشتیم ما تونستیم این رقم به این شکل کوفتگک های خوب مزه‌دار آماده ساختیم. البته زیاد هم میشه چون که مواد بسیار خوبی انداختیم. اقلا باید که 7 دانه کوفته آماده شود. ولی ما که میبینم خب 6 تا و یک کلچه خوب میشه. این رقم آمادش میکنیم و باید از 4 طرفش هم منظم بسازیمش. و ای هم شد چند دانه؟ 5. یا هم 6. فکر میکنم یک دانه دیگه میشه. پیش هم همین رقم کلولا میکنیم و به شکل پس کمی هموارش میکنیم. خب همین رقم کوفته رو آماده ساختیم و هم یک دانه دیگه که ایرام اضافه کردیم، گوشت خلاص شد و موادش کاملا آماده شد. خب اینا رو خب همین رقم آماده ساختیم و به خاطر از این قسمت روش هم یک کمک رنگ بسیار خوبی داشته باشه و کمک خوبتر بیان شد، کمک روغن قسمت روشه همراه با روغن زیتون، مسکه، روغن نباتی، هر چیز روغنی که در خانه داشته باشه روش مکمل چرب میکنه و قالب رو برمیدانیم و داخل داش بیکو میکنیم. شما دیدید که داش بیکو هم این سایزش هست، سایز کلان شما هست، از این کده کلانتر شما هست، از این کده خورتر شما هست. پس اگر میخوای یک آشپزخانه مجهز داشته باشه لوازم الکترونیکی بیکو را فراموش نکنید. با میکسرش دیدید که یک گوشت بسیار خوبی آماده ساختیم، تقریبا زیاد وقت میشه که از این میکسر استفاده میکنیم، حتی پلش و چرخش خراب نمیشه و کند هم نمیشه. خب گوشت خامده ساختیم،
برای چند دقیقه گذاشتمش. برای 10 دقیقه اولی که ما اون گوشت میگذاریم داخل داش، این مرچ های دلمه که به شکل آماده ساختیم داخل داش نمیگذاریم. بعد از 4 الی 5 دقیقه که ما گذشت، گوشت های کمک آماده هم میشه و بعد از اون این مرچ های دلمه رو داخلش میگذاریم تا مرچ دلمه هم کمک نرم شود و یکمک خود وقتی نرم ساخت بعد از اون ما این رو برش میکنیم خوبتر آماده میشه و به شکل بسیار خوب و درستش ما میتونیم که این مرچ های دلمه رو هم آماده بسازیم. خب به خاطر تزینش هم است، به خاطر ذائقش هم است، هرچی که ما از سبزیجات استفاده کنیم همراه با گوشت همه قدر بهتر میشه و باید که استفاده هم کنیم. خب این رو آماده ساختیم و حال نوبت چیست؟ و حال نوبت از است که ما برش یک قورمه آماده بسازیم. یک قورمه بسیار خوب، لذیذ، همونطور با ذائقه خوب و با یک طعم خوبی آمادش کنیم که شروع میکنیم با آماده ساختنش. خب قدر قورمه زیاد نمیشه، میشه که داخل زمین تخم پزی آمادش کنیم. نمیخوایم قدر ساس زیاده داشته باشه، قورمه زیاده داشته باشه، همه قدر به اندازه اگر باشه بهتر است. به اندازش همه قدر آماده میسازیم. خب یک کمی روغن اضافه میکنیم. یه هم روغن داخل دیگه اضافه میکنیم. هر چه کمک کم میکنیم به خاطر از اینکه تا وقتی که سیر میده میکنیم وقت خوب تر آماده شد. خب سیرم که ما امروز میخوایم میده کنیم فقط همین رقم به اندازه میدهش میکنیم که کاملا میده میده شد، یعنی کاملا بشاره. این هم سیره که آماده ساختیم کمی میده شد و حال همراه با پشت کارت کمی که میخواییم دوگه هم میده میدهش کنیم. تخم پزی به اندازه کافی گرم شده و حالا نوبت ربع هاتی است که یک دانه ربع هاتی را بگیریم و از ربع هاتی استفاده کنیم. این را مقدر امروز دور ماندن که خب صحیح. خب حالا نوبت ربع هاتی است. ربع است که ما میبینیم که از ربع هاتی استفاده میکنیم و سرپوشش هم میمیره تازه و تازه نگاه میکنه. البته داخل یخچال بود، از داخل یخچال جمع گذاشتیمش تا که مزید استفاده کنم. خب روبه است که هم غلیظ است، هم لذیذ است و هم مزه‌دار است. رنگ بسیار خوبی داره، هم باز کردن سرپوش آسان است و یک سرپوش دیگه داره که وقتی از روبه استفاده کردیم پس دوباره سرپوش هم میگذاریم تا همیشه همونطور تازه باشه. خب او رو قسمت میگذاریم و یک دانه قاشق دیگه هم ضرورت داریم که تا از رو برداریم و داخل تخمپزی اضافه کنیم و یه هم روغنی که داخل تخمپزی اضافه کردیم و هم سیر. سیر هم داخل تخم پزی اضافه میکنیم داخل روغن که همراه با روغن همین رقم کمه که سرخش کنیم. یه قدرم زیاد سرخ نمیکنیم که رنگ خود از دست بده و یا سیر خود خشک بسازه. اگر سیر خشک شد و رنگ خود از دست داد چی میشه؟ خلاص است دیگه، هیچ از این غذا استفاده نکنه. پیش از اینکه رنگ خود از دست بده باید که رب اضافه کنه. همین اندازه رب اضافه میکنیم و سرپوش رو میگذاریم و بعد از اینکه برنامه خلاص شد داخل یخچال نگهداریش میکنیم تا همونطور تازه باشن. و حال نوبت از این میرسه که رب همراه با سیر با حرارت کم کمکی سرخ کنیم. با حرارت کم به خاطر از اینکه حرارت اگر زیاد باشه دفعتاً سیر خود خشک میکنه و همچنان رب خراب میکنه. خود به خاطر از اینکه ما نمیخوایم خراب شه باید که همین رقم آهسته آهسته سرخش کنیم آماده بسازیم تا وقتی که آماده میشه یک رفت آماده کوتاهی داریم و برمیگردیم. خب با شما هستم دوست عزیز. اگر کدام پیشنهاد انتقاد می داشته شما میتونه با 654 تماس گرفته کلید 44 دار کرده و
بعد از بیپ میتونه پیامتان بگذاره. انشالله با ما میرسه و همچنان به مینیو مسیجتان رفته. 44 نوشته به تعقیبش پیام خود بگذاره و باز هم به 654 میکنه به ما میرسه. و حالا هم کمک هات ساس اضافه میکنیم. هات ساس و کچپ هر کدومش بود، ولی به نظر من اگر هات ساس استفاده کنیم بهتر است، چرا که رنگ بسیار خوبی داره، ذائقه بسیار خوبی داره و همون غذایی که ما میخوایم آماده بسازیم بسیار مزه‌دار و لذیذش میکنه. یک تون دیگه و یک ترشیگه که خاص خود داره. خب ایران همین رقم مخلوط میکنیم، میخوایم که یک ساس بسیار مزه‌دار و خوبی آماده بسازیم. به میان اندازه کمی که گفتم که به حرارت کم آمادش میکنیم. و حالا نوبت عزیز که مرچ سیاه یک کمک اضافه میکنیم و یک کمک هم نمک به اندازه که ما ضرورت داریم، هر دوش به اندازه باشه، از زیاد اضافه نمیکنیم به خاطر از اینکه داخل گوشت هم اضافه کردیم نمک و مرچ سیاه. خب اینا آهسته آهسته آماده میشن و آب هم ضرورت داریم. و حال نوبت عزیز که حرارتش زیاد کنیم تا جوش بیاید، تا آماده شد و پخته شد. و ایام دو دانه مرچ دلمه که من گفتم داخل داش باید بگذاریم تا خدا نرم بسازم. همین رقم بگذاریمش و حرارت داش هم باید که تربوش روشن باشه تا به زودترین وقت بتانیم گوشت آماده بسازیم. و حالا این قرمه را که ما گفتیم آماده میکنیم منتظرش رایی میباشیم که چیشا خدا مخلوط کنه و یک لواب بسیار خوبی آماده میشه. تا که مخلوط نشه خدا به شکل درست آماده نمیکنه. همین رقم باید که آمادهش کنیم با شکل درست. رمه که خدا غلیظ ساخت یک کمی که آب دیگه هم اضافه بکنیم. همین رقم آیست آیست آماده میشه. یک بار که جوش آمد حرارتش کم میکنیم تا جوش بیه، گوشت هم آماده میشه و مرچ دلمه هم خود کمک نرم میسازه که ما همین رقم میخواییم کمک هم نرم شه و هم کمک خود بریان کنه. تا وقتی آماده میشه ساس گوشت هم آماده میسازیم. خب حالا قرمه که داخل دیگه اضافه کرده بودیم با حالت جوش آماده که حرارتش کم میکنیم، تختری قسمت میگذاریم و نوبت این گوشتی است که ما همه قدر گذاشتمش تا چی شوه؟ به این شکل خدا بسته کنه. به این شکل وقتی بسته کرد از داخل داش بیرونش میکنیم. ما بر شما گفتم در قسمت اول برنامه که گوشتی را که ما میخواییم آماده بسازیم و دو شکل آماده میسازیم، یکی داخل داش و دومش هم داخل دیگ. فکر کنید که همین گوشتی که شما امروز آماده ساخته داخل قالب نگذاشته و داخل داش هم نمانده، فقط چی میکنی؟ همین رقم همارش میکنی، همین شکلی که شما در خانه کوفته خانگی آماده میسازی و هم پس دوباره داخل ساس اضافهش میکنیم. وی هم چهارمش چهار دانه زیره همین رقم برای شما به خاطر نشان دادن همین رقم اضافه میکنیم. فکر که همین لحظه ما را هموار کردیم و داخل این قرمه اضافه کردیم و همین رقم آهسته آهسته خود بسته میکنه و آماده هم بشه. و دو دانه مرچ دلمه که هست و ایره هم همین رقم آماده میسازیم، کاملا آماده شد. نوبت عزیز که داخل قرمه اضافهش کنیم و این دومش هست که به شکل دومی که آماده میسازیم. پس دوباره باید که این گوشت داخل داش آماده بسازیم. خب
هیره ما به دو شکل بر شما آمده ساختم. یکی که داخل داش آمده میشه که او داخل پس داخل داش گذاشته میشه و این هم شکل دومش که داخل دیگ گفتم براتون آمده میسازیم. این داخل دیگ که آمده میسازیم فقط داخل قرمه اضافهش میکنه، هیره کم شورش میده، قرمه در قسمت پایین بالای گفته باشه تا رنگ گفتگک های بسیار خوب آمده ساختیم تغییرش بده، آمده بسازش. و مرچ دلمه که هست اینا را هم رقم به شکل حلقه برش میکنیم. خب این هم مرچ دلمه که به شکل حلقه آمده ساختیم. این شیره هم بالای می گوشت اضافه میکنیم. گوشت با حالت جوشیدن آمده و آیست آیست آمده هم میشه و یک سرپوش بالاش میگذاریم. حرارتش زیاد میکنیم و برای چند دقیقه منتظرش میباشیم؟ 5 دقیقه منتظرش میباشیم تا دم بگیره. خب دوست عزیز، 2 دقیقه 5 دقیقه که ما گفته بودیم خلاص شد، تمام شد، کاملا غذا هم آماده است و این هم گوشتایی که کوفتگک های بسیار مزه‌داره که آماده ساخته بودیم. اینا را باید که خب اولی سبزی زیر ما یک طرف کنم با خاطر که فعلا ضرورت نیست. خب امرا با یک ملاقه گرفته نمیشه، باید یک دانه قاشق هم استفاده کنیم به خاطر اینکه کوفتا خراب نشه. یک دانه شیر قسمت میگذاریم. خب این چند دانه که از داخل بشقاب میگذاریمشون. و یه هم آخریش که ایره هم آماده ساختیم. و هم سبزی که ما گفتیم که آماده می‌سازیم در کنار زیباید که از این مرچ دلمه هم داشته باشیم. خب ایام تو آخرش و حالا هم نوبت ساس عزیز یا قرمه عزیز تمام کامل می قرمه را که ما آماده ساختیم. ما باید که پس داشته باشیم، چرا که نمیشه که این گوشت ما همونطور خشک نوشیدن کنیم. در کنار زیم ما میتونیم یک برنج بسیار نرم خوبی داشته باشیم و همچنان میتونیم همراه با نان خشک همونطور گرم داغ باشه میتونیم که نوشیدن کنیم. وای هم سبزیش. خب دوست عزیز هیون بود غذای امروز. تا دیدار بعد، خداحافظ. ناصر شما خداحافظتان. کوفته گوشت مرغ، گوشت مرغ، کیوی، سیر، پیاز، مرچ تازه، گشنیز، مساله سبزی، مرچ سیاه، نمک، روغن، مرچ دلمه، ساس و ربع هدیه.